شب بخیر، سلام و درود بر شما. سلام خدمت شما، سلام خدمت بینندگان گرامی، در خدمت شما هستم. زنده باشید، خیلی متشکرم. این ناهنجاری های دندانی چه معنا و مفهومی داره و تعریفش از دید ارتودنس های چون شما چگونه معنی میشه و چه تفاوتی نسبت به دندان های دیگر داره؟ ببینید، ما دو تا مشکل داریم. یه موقع است مشکلات ما دندانی هست، دندان ها شلوغن، بینشون فاصله هست، یا بسیار شلوغن، هر جایی که تونستن در اومدن. یه موقع است نه، فک مشکل داره، مثلا فک پایین عقبه، فک پایین جلوس، فک پایین به چپ یا به راست انحراف داره، یا فک بالا جلوس. این دوتا رو ما باید از هم دیگه جدا بگذاریم و بدونیم کدوم رو باید اول درمان بکنیم. اولویت درمان ما با کدوم است؟ اولویت درمان ما این است که اول فک رو درمان بکنیم. اول باید فک چیده شود، بعد دندان ها بر مبنای فکی که چیده می شوند چیده بشن. حالا چرا باید اول فک رو ما درمان بکنیم بعد بریم سراغ دندان ها؟ چون فک، اگر ما دیر بریم سراغ فک و اصلا بدون توجه به این باشه، شاید یه بیماری باشه اصلا توجه به این نکنه، یا در منطقه زندگی کنه که دسترسی به متخصص ارتودنسی نداره، یا اصلا یادش رفته باشه، انقدر گرفتاری داشته باشه، اگر ما دیر به درمان فک بپردازیم، فک اسکلتی میشه، استخوانی میشه. مثلا تجسم کنید یه نفر فک پایینش جلوست، اگر دیر به ما برسه دیگه این فک پایین رو ما نمیتونیم با ارتودنسی ببریم عقب، بلکه باید بشکنن و با جراحی ببرن. بله. یا اگر فک بالای جلو باشه، باز اینو نمیشه. اگر سن خاصش بگذره، اگر در سنینی که باید به مراجعه کنه نیاد، دیگه نمیتونیم این فکر رو با... چه سنینی آقای دکتر؟ ببینین، درمان ارتودنسی رو ما به سه دوره اگه بخوایم تقسیم کنیم، یه زمانی هست که کودک دندانهای شیری در داخل دهانش هست، یه زمانی هست نه، دندانهای شیری تبدیل میشه به دندانهای شیری به علاوه دندانهای مختلط، یه زمانی هست که دندانها میشه دندانهای دائم. بعضی از ناهنجاری ها رو باید در سن شیری درمان کرد، بعضی از ناهنجاری رو باید در زمانی که دندان های مختلط تو دهان بیمار هست درمان شود. ما برای مشکلات فکی بیشتر دوست داریم بیمار رو در زمانی که دندان های مختلط تو دهان بیمار هست درمان بکنیم، قبل از بلوغ بیمار، یعنی در حول و حوش 9-10-11 سالگی ما این درمان رو انجام بدیم. حالا اگه ما این درمان رو دیر انجام بدیم، فک این رو ما دیگه نمیتونیم حرکتش بدیم، فک استخوانی میشه، سفت میشه و دیگه قابل جلو عقب بردن نیستن. گاهی وقتا بیمار با ما مراجعه میکنه، دیر به ما مراجعه میکنه، مثلا تمام دندونهای دائم در آمده. شاید در این جامعه هم یک اصطلاحی وجود داشته باشه، بعضی از بیماران میگن که ما بذاریم همه دندونهای دائممون در بیاد بعد بریم پیش متخصص ارتودنسی. اگر تمام دندونهای دائم در بیاد، سن بیمار از اون حالت بلوغ بیمار میگذرد، رشد بیمار تقریبا قسمت اعظمش انجام شده و ما دیگه پتانسیلی نداریم که بتونیم فکینی رو که نابجا قرار گرفتن اونها رو ما جلو عقب ببریمشون. اینجاست که برای ما خیلی مهمه که ما باید اولویتمون رو... من همیشه تصور خودم این بود که ارتودنس کسی است که دندان ها رو جابجا میکنه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم فک رو هم جابجا بکنن ارتودنس ها. اول بایستی که ما فک رو جابجا بکنیم تا فکمون چیده بشه، بعد دندان ها رو بر مبنای فک بچینیم. یک سیکونس داره، یک ترتیب درمانی داره. حالا اگه ما برعکس این بریم، اصلا امکان پذیر نیست. اگر فک نابجا بشه، ما چجوری بتونیم دندان ها رو تو فک نابجا بچینیم؟ نه، اول فک رو ما تصحیحش بکنیم، فک رو در موقعیت درست خودش قرار بدیم. اگه جلو عقبه، ما این رو در تایم نرمالش قرار بدیم. اگه به راست یا چپ انحراف داره، در مسیر درستش قرار بدیم و بعد بریم سراغ دندان ها. و اینجاست که برای ما اولویت درمانی ما رو فک خواهد بود، نه روی دندان هاست. حالا فکین رو چجوری میتونیم حرکتش بدیم؟ اینو با دستگاه متحرک معمولا حرکتش میدیم. فک بیماری عقب هست، از بیمار قالب میگیریم، دستگاهی رو به بیمار میدیم که فک پایینش رو میاره جلو، یا فک پایین جلو هست، دستگاهی رو به بیمار میدیم که فک پایین رو به سمت عقب میبره یا فک بالا رو به سمت جلو میبره. دستگاهی است که به صورت ثابت میمونه. ما بعضی دختر پسرای نوجوان رو میبینیم که سیم های ارتودنسی از دهان بیرون زده و دور سر رو هم در بر میگیره. اینا هموناست که شما در بر صحبت میکنید؟ بله، تقریبا اینا همونایی است که باش فکین رو حرکت میدیم. ولی من یه نکته اینجا خدمت شما بگم، جنریشن اون نسل قدیمی که وجود داشت بیشتر اینها رو میپذیرفت، دستگاه خارج دهانی رو در صورتشون. امروز شاید کمتر شما کسی رو ببینید که این دستگاه رو تو خیابون دیده میشه، شاید قبلا بیشتر دیده میشد. امروزه بچه‌ها خیلی این دستگاه خارج دهانی رو دوست ندارن، خیلی ظاهرشون براشون مهمه. بله، ولی خوشبختانه با تکنیک های جدیدی که وارد این عرصه شده، با وسیله های جدیدی که وارد این علم شده که ما هم در این استفاده میکنیم و الان علم روز دوباره میتونیم بگیم ما هم داریم، این دستگاه خارج دهانی کم کم دیگه نقششون کم رنگ شده. یعنی با روش های داخل دهانی همون تأثیر خارج دهانی ها رو داریم میگیریم.
چون ما وقتی که به اون دستگاه خارج دهانی رو به کودک میدیم، پدر و مادر میاد میگه که کودک من دیگه استفاده این دستگاه ها رو نمیکنه. ما امروز روش هایی رو داریم که میتونیم با دستگاه داخل دهانی همون نتیجه دستگاه خارج دهانی رو بگیریم.